به نام خدا، سلام و شبتون بخیر. امروز دوشنبه 28 اسفند 1398 خورشیدی است که برابر می شود با 19 آگست 2019 میلادی. با مجموعه خبری ساعت 8 شب آریانا نیوز. آریانا خوش آمدید. سرخط مهمترین خبرها. گرامیداشت از 28 اسفند روز استرداد استقلال کشور. لانه های داعش را چه در شرق باشند چه در شمال و یا در مرکز ریشه‌کن و نابود می‌کند. وقوع 12 انفجار در ولایت ننگرهار. دوی غوښتل په د خپلواکۍ په ورځو کې د کابل په څیر دلته هم توریستي کړنې ترسره کړي، دا ژوندي ونیول شول. و تاکید ترمپ بر حفظ شماری از نیروهای استخباراتی در افغانستان. مشروع خبرها و سال روز استقلال کشور هم به همه ایتون مبارک. صدومین سال روز استرداد استقلال افغانستان زیر سایه تراژدی حمله کابل گرامیداشت شد. رئیس جمهور غنی در کاخ دارالامان نخواست در مورد روز استقلال حرف بزند، اما هشدار داد که لانه های داعش و دیگر گروه های حراس افغانی را نابود می کند. آقای غنی تاکید می ورزد که اگر طالبان افغان هستند باید از ریختن خون مردم دست بردارند، زیرا این گروه تهدید به حراس افغانی را گذاشته و مسئول اصلی تلفات غیر نظامیان هستند. از سوی هم شهروندان کشور در روز استقلال کشور خواستار پایان جنگ و کشتار مردم هستند. رفیع صدیقی گزارش می‌دهد. هرچند حکومت تجلیل روز استقلال کشور را به تعویق انداخت، اما رئیس جمهور در قصر دارالامان حضور یافت و درباره استقلال افغانستان چیزی نگفت. اما هشدارهایتان به گروه های راسفگن به ویژه گروه داعش داشت. آماج قرار دادن لانه های راسفگنی، انتقام گرفتن خون غیر نظامیان و گروه طالبان وسیله دست بیگانه ها بخشی از این هشدارهای آقای غنی بود. تعهد ما این است که لانه های داعش را چه در شرق باشند چه در شمال و یا در مرکز ریشه‌کن و نابود می‌کنیم. درست همان طوره که در ننگرهار نشان دادیم، آنان مورد هیچ گونه ترحم قرار نمی‌گیرند. با این حال آقای غنی بار دیگر تاکید می‌ورزد که تهدید بر راسفگنی را گروه طالبان در کشور گذاشتند و نمی توانند تا از رویداد خونین محفل عروسی از بار ملامتی شانه خالی کنند. زموک دی وطن دخمن دومره نامرد، دومره بیغیرت او دومره زلیل او پریوتای ده چی دی واده پا مراسموی تروریستی بریدو کرد. طالبان با انکار از دست داشتن در این حمله از بار ملامتی شانه خالی کرده نمی توانند. در پهلوی دیگر کابل گواه تجلیل کمرنگ استقلال کشور است و باشندگان کشور میگویند که بیشتر مردم به علت تهدیدهای امنیتی حتی از خانه هایشان بیرون نشدند. بی امنیتی است، مردم میترسنی به خاطر از این نمیبره او روز امود حادثه که دمون چی شده و یک نپرا مردم بسیار شهید شده اونجا. صلح که خدای پاک راوی دی خجشن بیده خیر سر خوشحالی بیده که صلح دی خدای منگ تراو استم که و سبلا اوراد په دې کابل شهر دوبه کې کوم انتحاری چې سوي دا نو مونږ خپای یو په امه ته اکثر دایمي او رمش بشات دغه جنگ د وطن مون نشه، هیڅ خلاف کوری د وطن مون نشه. جاده های پایتخت خلوتند و ظاهرا مردم برای جشن گرفتن استقلال حضور کم رنگ دارند. در سالیان متمادی در اینجا جشن استقلال کشور بسیار با شکوه برگزار میشد و بیشتر مردم افغانستان در اینجا گرد می آمدند، اما به علت ناامنی ها بیشتر مردم در خانه هایشان هستند و امسال جشن استقلال افغانستان بسیار کم رنگ تجلیل شده. رئیس جمهور غنی همچنان در این روز با حضور مقام های ارشد دولت پای منار استقلال در وزارت دفاع ملی اکلیل گل گذاشت. قرار است برج خلیفه در شهر دبی امارات متحده عربی هم با پرچم افغانستان امشب چراغان شود. همزمان با این سایت گوگل بخش جستجویش را پرچم و 100 سالگی استقلال افغانستان آرایش کرده و دو پل شهر استانبول هم با پرچم افغانستان نورپردازی شده است. یک قرن پس از آزادی، اگلیل گل که برای گرامیداشت از سال روز آزادی پای منار استقلال گذاشته می شود، از سوی رئیس جمهور غنی در وزارت دفاع ملی و در حضور مقام های ارشد دولتی.
قرار بود استقلال با شکوه و شادمانی و پاکوبی جشن گرفته شود، اما به دلیل کابل در ماتم جشن در محدودی چهار دیواری ها میماند. سایت مشهور گوگل برگه نخست جستجوش را با پرچم و یادبود از 100 سال روز افغانستان آرایش کرده است. در سوی دیگر بلندترین برج جهان یعنی برج خلیفه در شهر دبی امارات متحده عربی با چراغ‌های گوناگون با مزین شدن با پرچم افغانستان سال روز استقلال افغانستان را گرامی می‌دارد. ترکیه هم در این جشن 100 سالگی استقلال افغانستان سهم خودش را داشته. خبرگزاری آناتولی گفته که دو پل شهر استانبول به مناسبت 100 استقلال افغانستان با پرچم این کشور نورافشانی می‌شود. دولت افغانستان برگزاری جشن روز آزادی را به تأخیر انداخته است. در 100 سال گذشته بر سر افغانستان چی گذشت؟ چرا افغانستان در این 100 سال در عرصه دولت سازی ناکام بوده است؟ و چرا بخشی از سیاستگران و شهروندان درباره مفهوم استقلال واقعی در کشور ملاحظه دارند؟ شماری از سیاستگران و رهبران جهادی وابسته بودن افغانستان به کشورهای خارجی، مداخله شماری از کشورها در امور داخلی افغانستان و نیز افزایش تنش‌های داخلی و عدم وحدت ملی را عامل می‌دانند که آزادی واقعی کشور را با پرسش‌های روبرو ساخته است. شاهپور فرهمند با جزئیات بیشتر در این مورد. 8 آگوست پیمان راولپندی امضا شد و زمینه برای شناختن افغانستان همچون کشور مستقل و بیرون شدن نیروهای بریتانیایی فراهم شد. بریتانیا هم این امتیاز را به دست آورد که افغانستان مرزهای هند بریتانیایی را به رسمیت بشناسد. اما در این 100 سال بر سر افغانستان چه گذشت؟ استقلال که حدوداً در سال 1371 ما به دست آوردیم، هنوز ما حدوداً 20 سال پیش او را از یاد میبریم و استقلال 100 سال قبل ما با این شان و شوکتی که عملاً حضور داره انگلیسی ها در افغانستان او را به ما بزرگ جلوه میکنه. به نظرم این یک چی نیست، این یک وطن دوستی نیست. پس از 100 سال هنوز هم مردمان کشور آزادیشان را جشن میگیرند. اما به میان نیامدن یک دولت قدرتمند و خودبسنده در این 100 سال از دید این چهره سیاسی و جهادی استقلال کشور را زیر پرسش برده است. متاسفانه بعد آزادی ما نتانستیم آبادی را به وجود بیاریم. هر آزادی بدون آبادی دوباره اسارت بار میاره. در درازای 100 سال آیا دولت‌های پس از شاه امان الله سیاست خارجی و داخلی مستقل در افغانستان داشتند؟ بعد از 7 ثور خارجی‌ها باز هم توانستند که نفوذ کنند در داخل کشور ما و از او وقت تا حال ما همیشه محتاط کمک‌های خارجی بودیم و با او باز خسارش همی بود که مداخله مستقیم در عوامل سیاسی و سیاست خارجی ما داشتند. 100 سال شد که مردمان کشور زیر همین پرچم از استقلالشان تجلیل میکنند. در این 100 سال همواره دیدگاه‌های متفاوت درباره استقلال وجود داشته است. برخی سیاستگران هنوز هم این کشور را فاقد استقلال به مفهوم واقعیش میپندارند. شاه امان الله خان غازی در سال 1892 در ولسوالی پغمان کابل دیده به جهان گشود. برخی مورخان افغان میگویند شاه امان الله خان در دوره سلطنتش در بخش‌های مختلف اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اصلاحات گسترده را به میان آورد. امان الله خان سومین پسر امیر حبیب الله خان از خاندان بارکزایی بود و در سال 1892 میلادی در ولسوالی پغمان کابل چشم به جهان گشود. تحصیلاتش را در کورس افسری ادامه داد. شاه امان الله خان مشهور به امان الله خان غازی با ارتش روابط نزدیک داشت. پس از آنکه پدرش امیر حبیب الله خان در سال 1918 میلادی در ولایت لغمان ترور شد، در 28 فوریه 1919 به قدرت رسید و سلطنت را اعلام کرد.
در روز سوم می 1919 نیروهای افغان با عبور از مرز افغانستان و هند بریتانیوی در دره خیبر شهرک کوچکباغ را در منطقه قبایلی تصرف کردند. این تهاجم که به دستور امان الله خان انجام شد، زنگ آغاز جنگ سوم افغان و انگلیس به صدا درآمد. 3 روز بعد هند بریتانیا در 6 می به افغانستان اعلام جنگ داد. پس از پیروزی افغان‌ها در این نبرد، شاه امان الله خان غازی استقلال افغانستان را اعلام کرد و این روز به عنوان روز تاریخی در تاریخ افغانستان ثبت شد. گرفتن آزادی و استقلال امر بود با چند تحول بزرگ جهانی هم. جنگ عمومی جهانی دوم پایان یافته بود. انگلستان قسما تضعیف شده بود و برتانوی دیگه و برتانوی با او عظمت و قوت نبود. همزمان با او شامان الله در 3 ماه جنگ بسیار خوب تنظیم کرد و تقریبا 80,000 مسلح قبایلی در عقب جبهه همراهش بود. برگزاری لوی جرگه و تصویب نخستین قانون اساسی، از میان رفتن بردهداری، استقرار نظام شاهی مشروطه، تفکیک قوا، اجباری شدن آموزش، آوردن اصلاح در نظام مالی، ممنوع شدن کار اجباری، فرستادن شمار از دانشجویان به خارج کشور برای ادامه تحصیل، افزایش چشمگیر روزنامه‌نگاری و سایر اینها از مهمترین تحولات دوره امانی گفته می شود. اما روند اصلاحات امانی در زمینه‌های اجتماعی با واکنش‌های زیاد عناصر سنتی و محافظه‌کار روبرو شد و این روند شورشگری‌ها را در برابر سلطنتش نیز فراهم کرد، تا اینکه در سال 1929 میلادی مجبور به واگذاری قدرت شد. با وجود از اینکه انگلیس‌ها نمی‌خواست که امان الله خان به شکل مستقل عمل کنه، به این خاطر از حساسیت‌های دینی استفاده کردند و او را به عنوان رفرمای از او را به عنوان خلاف کارهای اساسی اسلام اعلان کرده و امان الله خان مجبور شد که کشور ترک بگه. امان الله خان پس از کنار رفتن از قدرت به ایتالیا رفت و بقیه زندگیش را در آنجا ادامه داد. سرانجام در 26 اپریل 1960 میلادی در سوئیس چشم از جهان بست و پیکرش به افغانستان انتقال یافته در کنار قبر پدرش امیر حبیب الله خان در شهر جلال آباد به خاک سپرده شد. وقوع 12 انفجار در شهر جلال آباد و ولسوالی خوکیانی ننگرهار باعث زخمی شدن 90 تن شد. بیشتر قربانیان این انفجارها افرادی هستند که برای بزرگداشت از 28 اسد سال روز استرداد استقلال کشور به جاده های شهر جلال آباد برآمده بودند. در روز گرامیداشت از 28 اسد سال روز استرداد استقلال کشور در شهر جلال آباد، از هفته صبح تا دیگر در نقاط مختلف شهر ده انفجار صورت گرفت که به گفته سخنگوی والی ننگرهار این انفجارها باعث زخمی شدن 52 تن شد. در این سره چه توریستانو دغه ډول حرکت تر سره کړ، زموږ امنیتي ځواکونو په ښار کې شپږ نور بمونه چې هغه زیاپده شوي و د خونسا کړل. گواهان رویداد میگویند که انفجارها هنگام شادی مردم و گرامی داشت از جشن استقلال رخ دادند. از سوی دیگر دو انفجار در منطقه چمتلی ولسوالی خوگیانی ننگرهار رخ داد که باعث زخمی شدن نزدیک به 40 تن شده است. رئیس بیمارستان محلی ننگرهار میگوید که از انفجارهای شهر جلال آباد و ولسوالی خوگیانی 90 زخمی به این بیمارستان آورده شده است. ننگرهار سیمیز رختون تا دازده پا اول اورز بانده نوی کس ناروغان در فل حال پر راگلی چه الاجریان هم لری. انفجارها در شهر جلال آباد شماری از دکانها نیز خسارمند شده و 3 اراده موتر غیر نظامیان نیز از بین رفتند. مسئولیت این انفجارها را تاکنون گروه بعدن نگرفته است. این انفجارها در نواحی اول، دوم، سوم و پنجم شهر جلال آباد از اثر ماین‌های از پیش جاگذاری شده رخ دادند. این در حالی است که تدابیر جدی امنیتی برای گرامیداشت از 28 اسد در سراسر کشور از چند روز پیش گرفته شده بود. ادامه خبرها را پس از وقفه کوتاه دنبال کنید.
با خبر اقتصادی خوش آمدید. افغانستان در 100 سال اخیر فاقد استقلال مالی و اقتصادی بوده است. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید با وجود تلاش های صورت گرفته هنوز هم افغانستان از رهگذر اقتصادی و مالی وابسته به کمک های خارجی است. شماری از آگاهان هم تایید می کنند که از چندین دهه گذشته بدین سو کشور از نظر اقتصادی و مالی دچار یک چالش جدی بوده است. ادریس قادری گزارش می دهد. با آنکه دولت‌ها تلاش‌ها را برای خودکفایی کشور از نظر اقتصادی در چند دهه اخیر انجام داده‌اند، اما هنوز هم افغانستان از جمله کشورهایی است که از این رهگذر دچار چالش‌های جدی بوده و در حال حاضر از نظر اقتصادی و مالی وابسته به کمک کشورهای خارجی است. معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری می‌گوید تا زمانی که استقلال اقتصادی در کشور وجود نداشته باشد، استقلال سیاسی بی‌مفهوم خواهد بود. 60-70% وابسته هستیم و این وابستگی باعث میشه که ما از لحاظ سیاسی محتاج باشیم و از لحاظ امنیتی محتاج باشیم. اگر ما آزادی اقتصادی داشته باشیم، باز محتاجی ما نداریم. به این ارتباط ضرور است که ما اول جنگ ختم کنیم و جنگ باید ختم شود. اگر جنگ ختم نشود، ما از وابستگی خلاص نمیشیم. در این میان شماره از آگاهان میگویند کشور از نظر اقتصادی و مالی از گذشته تا حال با چالش‌های جدی روبرو بوده و در حال حاضر نزدیک به 70% بودجه انکشافی از سوی کشورهای تمویل کننده پرداخت می شود. آنان از حکومت می خواهند تا در بیرون شدن کشور از چنین حالت تلاش های جدی را انجام دهد. وابستگی مالی ما با کشورهای بیرونی 70% است و این وابستگی ها بسیار زیانبار بر قشر نو و گذشته و آینده که است خیلی زیانبار است. 80-90% هم به لحاظ اقتصادی، فعالیت های اقتصادی، تولید اقتصادی وابسته به منطقه همسایه و جهان هستیم و متاسفانه یک کسر بیلانس تجارت فاحش داریم و کشور وارداتی هستیم. نوسانات اقتصادی کشورهای همسایه نیز از موارد دیگر است که می تواند اثرات ناگواری بر بازارهای اقتصادی و مصرفی کشور داشته باشد. وضعیت هوای کابل چند شهر دیگر کشور. کابل آفتابی بلندترین درجه حرارت 31.19، هرات آفتابی بلندترین درجه حرارت 35.19، مزار شریف آفتابی بلندترین درجه حرارت 26.23، جلال آباد آفتابی بلندترین درجه حرارت 37.24، قندهار آفتابی بلندترین درجه حرارت 36.20، غزنی آفتابی بلندترین درجه حرارت 28.12. از همراهیتون با خبرهای این ساعت سپاسگزار هستیم. وقتتون خوش، خدا نگهدار.